اسم من پرنوش است، ولی خیلی ها ما رو پری صدا می کنن. مرسی که به این مدیتیشن گوش می کنی. این مدیتیشن به شما کمک می کنه که عادت کنید سریعتر به خواب بروید و خواب خوب و راحتی داشته باشید. وقتی آماده خوابیدن هستید به این مدیتیشن گوش کنید و اگر به هر دلیلی نمی خواهید گوش کنید مسئله ای نیست، فقط بگذارید روشن باشه. مطمئن باشید که هیچ چیز حواس شما رو پرت نکنه. چراغ اتاق و اگر موبایل یا تلویزیون در اتاقتان روشن است، لطفاً همه رو خاموش کنید. وقتی در رخت خوابتان یا تخت خوابتان دراز می کشید، به این مدیتیشن گوش کنید. به خاطر داشته باشید میخواهید استراحت کنید و بدنتان و ذهنتان در راحتی باشه. وقتی ذهن و بدنتان در راحتی است، به شما اجازه خواب خوب و مرغوب را میدهد. مطمئن باشید که راحت هستید و به اندازه کافی روکش دارید. موقع خواب خوب و راحت است. چشمهایتان را ببندید و برای چند ثانیه به این موزیک ملایم گوش دهید. بسیار خوشحال هستم که برنامه دیگر رو تقدیم شما دوستداران برنامه های لایو ویت سوزی انجام میدیم امروز و در کنار مهمان بسیار عزیزی هستیم که از اقوام و قوم خویش های ما هستن و من چقدر خوشحالم از این موقعیتی که دست داد که بتونم با کازین عزیزم گفتگوی رو تقدیم شما بکنم، خانم پری خاتمی که ایشون سرتیفاید هیپنوتراپیست هستن و بکراندشون در چایلد دیولوپمنت هست. البته سالیان سال هست که پری جان این کارها رو انجام میدن، ولی این موقعیت فعلا نصیب من شد بعد این سالها که بتونم گفتگوی رو تقدیم حضور شما دوستداران داشته باشم در این ایام پست کرونا که فکر کنم اکسپرتیز ایشون میتونه بسیار مورد استفاده همگان قرار بگیره. پری جان ممنونم از اینکه دعوت برنامه لایو ویت سوزی رو پذیرفتی و میتونیم چند دقیقه ای در خدمتت باشیم. سلام بهرون ماهت سوزی جونم، انشالله که همیشه خوب باشی عزیزم و بسیار خوشحالم که در برنامه هستم و ممنونم از دعوت عزیزم. خب پری جان، ما چون وقت برنامه خیلی اجازه نمیده، من چند تا سوالهای اصلی رو آماده کردم که از شما بپرسم که دوستانی هم که با شما آشنایی ندارن بدونن که اصلا داستان هیپنوتراپیست چی هست، چه افرادی میتونن ازش استفاده بکنن و به دردشون میخوره. ولی قبل از اون دوست دارم که خودت خیلی به قول معروف کوتاه و مختصر مفید برام بگی که اصلا خودت چی شد که علاقه من شدی بری دنبال این رشته و این هیپنوتراپی رو بری دنبال کنی و تحصیلات تو در این رشته انجام بدی. سوزی جون میدونی که قبلا من از نظر فیزیکی مشکلات زیادی داشتم و رشته هیپنوتراپی اثر بسیار خوبی بر من داشت، ذهنیت و دید من رو به مسائل زندگی عوض کرد. که علاقه من در مفید باشم و به دیگران کمک کنم که زندگی راحت‌تر و بهتری داشته باشن و چون هدف اصلی من کمک کردنه و احساس بسیار خوبی در خودم من ایجاد میکنه. من معتقدم عزیزم the secret to happiness is helping others. و خیلی هم خوشحالم که این sleep hypnosis یا sleep meditation رو در یوتیوب کانالم گذاشتم و امیدوارم برای خیلی مفید باشه. بله بسیار جالبه، من خوشحالم که سری زدم و این برنامه ها رو دیدم و اصلا واقعا دلیلی که به وجد آمدم و تصمیم گرفتم که از شما دعوت کنم که گفتگویی با هم داشته باشیم واقعا همین ها بود، چون دیدم چقدر میتونه مؤثر و کمک رسان باشه. قبل از این که اصلی ما ازت بپرسم، لطف کن فقط برای عزیزان بگو که چه گروه های سمی میتونن از این یوتیوب چنل شما که به دو زبان فارسی و انگلیسی هم هست استفاده بکنن. سوزی جان این از سن 3 تا 7 و 7 تا 12
12 تا 18 و 18 and over. Wow, okay. 18 and over. و در ضمن یه هیلینگ مدیتیشن یا شفایافتن هم هست که اونم به دو زبانه که میتونه کمک کنه بیماری رو سریعتر بهبودی یابه. چقدر عالی. خب حالا با توجه به وقت و این برنامه که خیلی شورت اند سویت هست، برامون بگو تا فرصت اجازه میده، وقتی در مورد ذهن صحبت میکنیم منظورمون چی هست؟ What is ذهن؟ وقتی میگیم ذهن، باورهای ما ذهن ما رو سوزی جان به وجود میاره و ذهن ما افکار ما رو، افکار ما احساس ما رو و احساس ما رفتار ما رو به وجود میاره. اوکی. حالا من یادم باشه اگه فرصت اجازه داد بعد راجع به ذهن وقتی بچه بودم مادرم یه مثالی میزدن در مورد مولانا نصرالدین، اونم بگم که جنبه مضحک و جوک داره ولی خیلی معنی هم داره، در این که من اون موقع متوجه نمیشدم، حالا یواش یواش فهمیدم. اوکی. ولی خب اوکی، در مورد ذهن متوجه شدیم، اما کارکرد ذهن که شما به عنوان هیپنوتراپیست باش انجام میدی اون به چه صورت هست وقتی در مورد کارکرد ذهن حرف میزنیم؟ باش ببین سوزی جان، چون فرصت کمه من نمیتونم واقعا تونم کامل شرح بدم، ولی میتونم کوتاه بگم که ذهن دقیقا مثل کامپیوتر کار میکنه و مرتب باید اطلاعات اضافی رو ازش خارج بکنیم وگرنه اوورلود میشه، همونطوری که خودت میدونی، و خوب کار نمیکنه. ذهن انسان هم به همین ترتیب کار میکنه عزیزم. باید لایه‌های منفی ذهنی رو خارج بکنیم وگرنه دچار مشکلات روحی و جسمی میشیم، چون ذهن و بدن با هم کار میکنن. اگه یکی از اونها مشکل داشته باشه متاسفانه اون یکی هم اشکال پیدا میکنه. و به گفته افلاطون ذهن خالق واقعیت هست و برای تغییر واقعیت باید ذهن رو تغییر داد. اوکی. چقدر این کار میتونه راحت انجام بگیره و چقدر طول ممکنه بکشه؟ انام شور که جوابش خیلی هم باز راحت نیست، به خصوص که مطمئنن به خیلی چیزا بستگی داره، من جمله سن آدم ها و هزار و یک چیز دیگر. دقیقا درست گفتی سوزی جان. این مدیتیشن، این سلیپ مدیتیشن ها کمک میکنه که اون لایه های منفی ذهنی رو، ولی باید مرتب بهش گوش بدن و هر چی که بیشتر گوش بدن بیشتر کمک میکنه، چون به مرور زمان این لایه های منفی ذهن رو پاک میشه و اون پیشنهادهای مثبت جایگزین اونا میشه. متوجه. پس هرچی ما بیشتر این برنامه های به این شکل، به اصطلاح که شما مثال هایش رو گذاشتید روی یوتیوبتون، مدیتیشن با پری رو بهش بیشتر گوش کنیم، حتی اگه واقعا هم فکر میکنیم که حالا نمیخوایم هم لزومن الان خیلی کانسنتریت کنیم، همانقدی که تو بکراند این کار بکنه سامها توی ضمیر خداگاه ما می نشینه برای ما. درسته؟ دقیقا درست میگی عزیزم، دقیقا درست میگی، چون اینا کمک میکنه که اگرم کسی نمیخواد اینا رو گوش بده اشکالی نداره، فقط روشن بذارن. و دلیلش هم هستش که من برای شب اینا رو دوست دارم همه استفاده بکنن، که چون قدرت ذهنی، گیرنده ذهنی بیشتره و به خاطر این مسئله اگرم گوشم ندن اصلا من کاری با خود شخص ندارم، این کار با ذهن داره. درست. چون شما اگه خواب باشین این با ضمیر ناآگاه داره کار میکنه، تمام این پیشنهادها رو ضمیر ناآگاه ثبت میکنه. درست. بسیار عالی. ممنونم از توضیحات قشنگ و خوب و مختصر مفیدی که با توجه به وقت برنامه برای علاقمندان گفتی. پری خاتمی عزیزم، که میتونید به یوتیوب چنلش سری بزنید، مدیتیشن بای پری هست. وقت ما متاسفانه رو به اتمام هست، البته در این برنامه کوتاه سعی میکنیم یکی دو نمونه از کارها رو هم براتون پخش بکنیم.
اون انتیدودی هم که من میخواستم در مورد ملا نصرالدین بگم، گویا ملا به شخصی که داشته لب جوب آب میخورده، سرشو کج گرفته بوده، میگه این شکلی آب نخور لب جوی آب، شما ذهنت خراب میشه. طرف برمیگرده میگه ذهن چیه؟ ملا نصرالدین میگه با شما نبودم، کارتو بکن. بنابراین اون طرف هم نمیدونست ذهن چیه. یاد مامانت هم بخیر. خیلی زیبا، خیلی زیبا. مرسی پری جون، we love you. برات آرزوی بهترین ها رو دارم. I'm very proud of you. Thank you for I love you too عزیزم. از دور میبوسمت و برای خودت و تمام شنوندگان عزیز برنامه بهترین ها رو آرزو میکنم و پیشا پیش شب یلدا کریسمس سال نو رو تبریک میگم. مرسی همینطور برای شما. Be safe. If for any reason you don't want to listen to this recording, it's okay. Just let it play. You feel very comfortable and safe. This feeling of being comfortable and safe in your bed will be with you every night. The relaxation and comfort will allow you to have a good sleep. From now on, with each breath, you're taking in calmness and comfort, and with each exhale, you are releasing any fear, anger, worry, or disappointment you may have. Just imagine you're going on a choo-choo train ride to the land of lullabies.